سلام بر دوستان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر. موزیک براتون گذاشتم، یه ترانه سومری بود، ترانه رمانتیک و عاشقانه سومری با ساز سومری که همون هارپ باشه و جز قدیمی ترین سازهایی هست که به کار رفته برای تهیه موسیقی. و شما تو بریتیش میوزیم هم اگه تشریف ببرین، این ساز رو میتونین ببینین که سر یک گاو به عنوان تزئین اون بالای ساز قرار گرفته. خب امروز با عزتون من میخوام در مورد زبانهای باستانی صحبت کنم. زبان‌های باستانی البته محدودش می‌کنم به زبان‌های بین‌النهرین و وارد بقیه زبان‌ها نمی‌شم، چون به هر حال رابطه و وابستگی و علاقه خاصی وجود داره و اون ریشه‌ها باعث میشه که شاید کشش و جاذبه خاصی برای من حداقل یا بقیه که اطراف تمدن بین النهرین زندگی کردن و زندگی میکنن داشته باشه. از اونجا که اجداد بنده هم در اون مرز بین النهرین زندگی میکردن و رشد کردن و پدر من هم جز قدیمی ترین و آخرین آسیابان اون حدود که یک شهر خیلی قدیمی به نام شوشتر هست که بعدم براتون توضیح میدم، اینا همه باعث میشه که من تمرکزم رو بذارم رو زبانهای باستانی تمدن بین النهرین. و قبل از همه و همونطور که همه میدونین، سومر قدیمی ترین تمدن بشری بوده که همه چیزهای قدیمی و تاریخی به نوعی ختم میشه به سومر. و جالبه که سومر تا چند وقت پیش اصلا خبری نبود ازش و نمیدونستن که تمدنی به نام سومر وجود داره، که بعد با اکتشافاتی که انجام دادن متوجه شدن که قبل از همه تمدنهای باستانی و بین النهرین که فکر میکردن مثل بابل، مثل آکد و بقیه تمدن‌ها، تمدنی رو به نام سومر بوده که حالا به دلیل موارد زیاد این امپراتوری از بین رفته. خب همونطوری که عرض کردم، زبان‌های باستانی رو خدمتتون عرض می‌کنم. تو زبان‌های باستانی تمدن بین‌النهرین قدیمی ترین زبان نوشتاری رو که به جا مونده برای بشریت وجود داره، که حدود 4000 سال پیش از میلاد خدمتش هست و اون تبلت کیش که خیلی معروفه، سنگ نوشته و گل نوشته کیش، اون قدیمی ترین تبلتی هست که به جا مونده. زبان‌های تمدن بین‌النهرین از زبان‌ها به طور کلی بهشون میگن زبان‌های سامی یا سمیتیک لنگویج به انگلیسی، که طیف زیادی از زبان‌ها رو شامل میشه و شامل زبان‌های آرامی، آرامتیک و سوریانی، که همین الان هم عرض کنم که عیسی مسیح رو میگفتن که به زبان آرامی صحبت میکرده، و سوریانی هم که بسیار معروف بوده، بعدها
و ریشش همون زبان آرامی و سمیتیک بوده، میگن که سلمان فارسی یار فرازمینی پیامبر و یار متفاوت و متمایز پیامبر، پیامبر اسلام تورات و انجیل رو به زبان سوریانی میدونسته. خب زبان ایلامی هم از زبانهای بجامانده از تمدن بین‌النهرینه که جالب الان هم هنوز که هنوزه بعضی از کلماتش در بین مردم محلی و بومی اونجا استفاده میشه که جز چیزایی خیلی شگفت‌آوره و جالبه. زبان سوریانی هم بازم ماها به لحاظ ارتباطی که داریم، حالا قدیمی ها بهتر میدونن حروف ابجدی که میگفتن که من از پدرم یاد گرفتم این حروفو، این حروف ریشهش به زبان سوریانی برمیگرده، چون زبان سوریانی هم زبان علمی اون موقع قبل از به اصطلاح اسلامو دارم عرض میکنم و اون موقع به شمار میرفته. بنابراین ابجد هو از خود تا کلمن که به اصطلاح بر تقسیم بندی پاراگراف ها استفاده میشد، ریشهش به زبان سوریانی برمیگرده و اینم از اون چیزای جالبه که ماها بهمون رسیده و متاسفانه آنچنان که باید و شاید توجهی بهشون نمی کنیم. یکی از مسائل و موضوعاتی که من همیشه مد نظرم بوده اینه که در زمان AGI، بسیار زمان آینده نزدیک، ما سوالی که میتونیم بپرسیم از ربات و AGI میتونه این باشه که آقا شما به اصطلاح اون زبانهای اولیه و تمدن بین و نهرین رو برامون بازگو کنین و در موردش صحبت کنین، و همینطور در مورد تبلت ها که جالب بدونین حدود نیم میلیون تبلت وجود داره که هیچ کدوم ترجمه نشده، به لازم اینکه خب کار ترجمه خیلی سخته. AI میتونه این کار رو برای ماها انجام بده و اون موقع که دیر هم نیست ما خواهیم دید که خوشبختانه خواهیم دید که همه تاریخ و وقایعی که ما فکر میکردیم و در ذهنمون هست و چیزهایی که باشون زندگی کردیم و بزرگ شدیم، متاسفانه شاید آنچنان با واقع منطبق نباشه و واقعیت یه چیزی متفاوت از نظرات و دیدگاه ها و اعتقادات و مواردی که دور تصور اون بوده از کوچکی تا به اصطلاح وقتایی که بعدها خودمون شاید متوجه شدیم و تحقیق کردیم باشه. بنابراین اینا مهمه. من راستش علاوه بر این که به مباحث تاریخی و زبانشناسی، مخصوصا تاریخ ادیان، خیلی علاقه دارم و کار میکنم و کار کردم، در مورد تکنولوژی و آینده و فیوچر هم خیلی به اصطلاح علاقه دارم و کار کردم. اینه که حالا چطوری این دوتا با هم جور در میاد نمیدونم، ولی خب در هر صورت دوتا از هابی های خیلی مهم و اساسی من هستن که در زمان فراغت حتما به اینا میپردازم. بنابراین این مقدمه بود برای زبانهای باستانی که در کلیپ های بعدی بیشتر براتون توضیح میدم و از زبانهای باستانی بین النهرین بیشتر خواهید شنید. خیلی ممنون، مراقب خودتون باشین، تا بعد.